یه قسمتشون در به اصطلاح قسمت های از روسیه هستن و به هر حال مرکز اصلیشون یک دشتیست به نام دشت نینوا. دشت نینوا توی این حوادث اخیر مثلا در جریان برخورد های مختلف که در عراق هست نوک حمله اکثر مهاجمین بوده و این روزها نگاه میکنیم که آشوری های عزیز، این بازماندگان تاریخ، این فرزندگان آشوربانی باد الان گرفتاری دارن و گرفتاری مهمشون هم بیشتر در عراق و سوریه است. خب الحمدلله در ایران گرفتاری ندارن. گرفتاریشون در سوریه و عراق اونجایی که داعش مخصوصا داره ارزندام میکنه و داعش از اونجایی که دشمن هر فرهنگ و دشمن هر مذهب و مرامیه غیر از اون چیزی که خودشون بهش اعتقاد دارن، حتی به اسلام هم، حتی به شیعه ها و نمیدونم حنفی ها و نمیدونم فلان و فلان هم رحم نمی کنن، چه برسه به مسیحیان آشوری یا ایزدی ها. داستان ایزدی ها و آشوری های آواره رو زیاد شنیدید و اینها در بدترین شرایط انسانی امروز هستن، یعنی هر لحظه با خطر با کابوس مرگ زندگی میکنن فقط به دلیل اینکه مثلا عرب نیستن یا مسلمان داعشی نیستن. لذا اینها آواره شدن. این تعداد چند میلیون آشوری که در اون منطقه هست، یک نفر از این آشوری ها نیست که از کابوس حمله داعش یا به اسارت گرفتن زنهاشون، دخترهاشون یک شب رو یا یک روز بگذرونه. خوشبختانه هموطنان آشوری ما در آمریکا اومدن و در واقع گفتم که من هم نزدیک با آشوری‌ها خیلی سرکار دارم، آشنا هستم، میدونم همیشه کمک میکنن. حالا اومدن یک فستیوال موسیقی گذاشتن، یک گرد همایی هنری گذاشتن و میخوام که در واقع طی گرد همایی هنری بتونن اعانات جمع بکنن و به این آشوری‌هایی که واقعا لحظه بدور از وحشت از مرگ زندگی نمی کنن توی سوریه و عراق برسونم. من با آقایی از این مسئله و با ارتباطی با دوستان ازم استاد محمد نژاد داشتم، به سراغ این گروه از هموطنان آشوری رفتم ببینم که چه کمکی میخوانم بکنم به خیلی عظیم آوارگان آشوری در منطقه. به همین دلیل با کمک استاد محمد نژاد دعوتی به عمل اومده از جناب آقای دیوید وردا، یکی از گردانندگان این جریان به اصطلاح جمع کردن اعانه و جمع آوری کمک برای آوارگان آشوری در سوریه و عراق که الان در خدمت هستیم. آقای وردا خیلی خوش آمدید. سلام عرض کرده. سلام آقای دیوید. خوبید قربان؟ خیلی ممنون. متشکرم برای دعوتتون که من امروز اینجا همراه شما باشم. خب ببینید، من اول از همه می‌خواستم در مورد این توضیح بدید که این داستانی که من از آشوری گفتم چقدر واقعیت داره، چقدر من قلق کردم، درسته درست نیست؟ اول بگید شرط آشوری چه تو بعد بپرسیم می‌خواد شما چیکار کنه. شما قلق نکردید، همه چیزی که گفتی کاملا درست بود. شرایط آشوری‌ها الان در خاورمیانه خیلی وخیمه و ما سعی می‌کنیم که تا جایی که ممکنه بتونیم اونا رو کمک بکنیم به طریق‌های مختلف. یک از این طریق‌هاست این برنامه است که شما اشاره‌ای بهش کردید که من راجع بهش خود میتونیم با هم دیگه بیشتر صحبت بکنیم. خب حالا شما در واقع اول میدونید به برنامه توضیح بدید که بیشتر الان آشوری ها کجا پراکندن توی منطقه خاورمیانه، به کجا پناه بردن و یه سری از شرایطشون برام بگید. خیلی خوب آیده دارم، الان همونطور که شما اشاره کردید آشوری ها که در کشور عراق و سوریه تحت حمله داعش هستند و بیشتر این مردم فرار کردن به کشور ترکیه و یا کشورهای دیگه که بتونن به طریق پناهندگی بتونن به کشورهای مختلف جایی که خانواده دارن، فامیل دارن بتونن برن. میخواستم ما چند هفته پیش من و خانواده هم تو کشور ترکیه بودیم، رفته بودیم برای ملاقات همینجوری ویزیت و وکیشن. اتفاقا به 4 تا از آشوری اونجا برخورد کردیم که داشتن به زبان آشوری صحبت میکردن. وقتی با هم صحبت کردیم ایشون اینا به من گفتن که 10 ماه گذشته اینا از شهرشون فرار کردن، برای اینکه بهشون گفته بودن که داعش
تو شهر بغلیه تا یک نیم روز دیگه به این مکان اینا میرسن. گفتن که هر چه زودتر لوازمتون رو جمع کنید و از اینجا فرار کنید، وگرنه دیگه زندگیتون به خودتونه. و این چهار عزیز که اونجا بودن تو این کشور ترکیه منتظر بودن، هر کدومشون به یک کشور دیگه میرفتن، سا منتظر بودن که کی کارشون درست میشه که به طریق پرندگی برن پیش خانواده‌هاشون، فامیلاشون یا دوستاشون. جناب فیلیپ، من بفهمید که الان نیاز آشنایی ها توی منطقه چی میخوان؟ به چی؟ چون هموطنان ما یا حالا واقعا مهم نیست که بعد آشنایی باشید، بیننده ما هم آشنایی ها، همه ایرانی ها چه کمکی هموطنان آشنایی ها، آشنایی ما، تمام ایرانی ها چه کمکی اینا هم احتیاج دارن؟ چه جور میتونن کمک کنن؟ آیدیدا خیلی ساده، خیلی چیزای بیسیک، مقدمه زندگی، چیزی که برای خوردن داشته باشن، چیزی که بتونن خودشونو لباس بپوشن، یه جایی داشته باشن که برن زندگی بکنن. اینا این مردم اینقدر آواره هستن، اینقدر در شرایط بدی هستن که واقعا نمیدونن که فرداشون چه اتفاقی برای خودشون، خانوادهشون میفته. من واسه این فصل زمستان ما خیلی سعی کردیم که بتونیم به طرق مختلف برشون پتو و یا چیزهای مختلف که بفرید فقط خودشون رو بتونن گرم نگرد. چی کردی این کارو؟ آه خیلی خیلی زیاد، از جایی که از دستمون برمی اومد ما به طریقهای مختلف تونستیم شیپ کنیم خیلی از این سلیپینگ بگ که تونستیم خیلی جمع کنیم و بفرستیم بر اونها که به دستشون برسید. خیلی سخت بود، کار زیادی بود و مشکلات زیادی داشتیم، ولی به هر صورت هر جوری که شد ما این کار رو انجام دادیم. خب این کار من نبود، یه گروه دیگه نه نه آره خودم دیم صبح کردم چه کمک های مقامی به آشوری های در قطعی ارز کردم که واقعا بیشترین خطر رو الان در دریچه اول آشوری ها به نظر من در مقابل داعش، چون خب حقیقتش اینه که اونا اصلا رحم نکردن، خود مسلمان رو رحم نمی‌کنن، چه برسه به دیگه مسیحی‌ها. حالا من می‌خواستم در مورد این فستیوالتون یه ذره صحبت کنید برای ما. قراره که این شبی باشه، شب موسیقی باشه. بله. اسم این شبتون هست مسوپوتامیان. مسوپوتامیان. مسوپوتامیان تا اونجایی که شما برای من توضیح دادید در واقع یکی از مراکز تمدن آشور، امپراتوری آشور بود، آشور بود. بله، اراده نه؟ بله، یک قسمت یه ناحیه‌ای بودی به کار بهش میگفتن این در واقع یک منطقه به اصطلاح اوج شکوفایی تمدن آشور در مسوپوتامیان بوده. بله، بله. خب، خاله اسم اینو گذاشتید شهر مسوپوتامیان، نه؟ بله. خب این شهر تو 8 سال تا الان 7 سال انجام شده، این سال این سال چیکار می‌کنید؟ تو این 7 سال چیکار کردید؟ خب اگه اجازه بدید آقای دکتر، من می‌خوام یه خورده برگردم یه تاریخچه کوچیکی بدم که چرا این مسوپوتامیان نایت درست شد، بعدم راجع به خود این شبم با هم صحبت، یعنی این برنامه با هم صحبت می‌کنیم. این می‌خوام راجع به آسترین ایت سوسایتی، این انجمن، این گروهی که چندین سال تشکیل شده که فقط مخصوصاً هست برای کمک کردن آشوری ها در مناطق خاورمیانه، مخصوصا در عراق، همونجور که شما صحبت کردید راجع به نینوا، که بتونم که مردم کمک بکنن قبل از این مسائل جنگ و داعش و این اتفاقات. بیشتر میخواستن بنا بکنن چیزهای مختلفی برای آشوری ها در اونجا، یا مثلا با خریدن اتوبوس، با جمع کردن بچه ها، بردن به مدرسه، با تشکیلات مدرسه یا با کمک های پزشکی و خیلی سری مختلف این انجمن این کارش رو انجام داد. بعدا یکی از دایرکتورها، کسی که در کادر رهبری اثر یعنی سوسایتی به اسم آقای تونی خوشبه، ایشون با یک ویژنی، با یک فکری 8 سال پیش اینطور بخواست با یه تی چند تا نشون بزنه، به جای اینکه فقط بریم و از مردم تقاضای پول بکنیم که کمک بکنیم، بیایم یه برنامه درست بکنیم، یه برنامه فرهنگی از هر جنبه‌های بسیار مختلف، کارهایی که ما به توسط شاعران و نویسندگان آشوری در سالهای گذشته که انجام داده بودن، اینا رو بیاریم و دوباره ریانتردیوس بکنیم، دوباره اینا رو بیاریم به مردم نشون بدیم، ولی با یه جلوه دیگه، با یه نگاه دیگه، با چیزهای خیلی بالاتر اینها رو بیاریم و به مردم ارائه بدیم که فقط نه مردم بیان یه پولی بدن، ولی بیان
راجع به فرهنگ آشوری ها بیشتر بدونم، ببینم، بدونم که ما چقدر در این مسئله غنی هستیم. متاسفانه به خاطر چیزهایی که مختلفی که همیشه برای ما اتفاق افتاده بود، ما هی در حالت مهاجرت هستیم از این کشور به اون کشور. هیچ وقت نشد که بتونیم یک جا جمع بشیم و بتونیم که این فرهنگ خودمون رو بهتر بیاریم بالا. ولی با این کار ما اقلا میتونیم یک کمک کوچیکی کرده باشیم که این فرهنگ رو نشون بدیم. پس آقای تونی خوشابه اینو 8 سال پیش این کار رو شروع کرد و برنامه هر سال خیلی بهتر شد، مردم خیلی بیشتر آمدن توی کمک کردن و خیلی بازده خوبی داد. و میگم ما سعیمون اینه که بتونیم که نه فقط فرهنگی که داشتیم رو زنده بکنیم، ولی کسانی که امروز در هنر هستن، در کارهای دیگه هستن که نمیتونن به نحوه کار خودشون رو بیارن رو، میتونن به این طریق بیا خودشون رو نشون بدن، کاراشون رو ارائه بدن و یه میدانی باشه برای هنرمندان آشوری عزیز که بتونن این رو نشون بدن. و ولی مهمترین چیز آخر اینه که بتونیم ما یک پولی رو جمع بکنیم که بتونیم به عزیزانمون که در حالت وخیم هستن بتونیم کمک بدیم. آخرش هر نکته غلطه، اما اینا بهونه است برای کمک به انسان. That's it. انسان حالا اینجا هدف انسان آشوریه، فرقی میکنه. خب امسال 8 سالشه نه؟ بله. امسال برنامه چیه؟ امسال برنامه خیلی خوبی گذاشتیم و خیلی خوشحالیم که استاد نژادم همراه ما هستن، کمکمون میکنن. ما 3 قسمت داره برنامه امسالمون. یه دونه فولکلور داریم که بازم موسیقی اصیل آشوری رو میخواییم چیز بکنیم که با کمک استاد نژاد ایشون رهبری خواهند کرد. تمام برنامه رو چی میذارم که بیشتر راجبون خواهیم شنید از خودشون. بعدا یه قسمت دیگرش هست راجب یه داستانی هست به اسم داستان بدری که سخن داستانی هست که از یک از اشعار شاعران خیلی خوب آشوری به اسم جان که این قصه این چیز و شعر رو با هم رو هم گذاشته بود که صحبت میکنه راجع به بلاهایی که به سر آشوریان در جولای 1918 در اورومیه اومده بود. صبح اینشون اون در اون موقع 11 سالش بود، ولی اتفاقاتی رو که دید که چه بلاهایی به سر آشوریان در اون روزها اومده بود، اینا رو به خاطر سپرده بود و وقتی که به اون جایی که رسید یه شعری رو راجع به این موقعیت ها نوشت. و اون ما میخواییم این شعر رو الان به طریق گفتن با گروه کور با ارکستر سمفونی، یک برنامه موسیکال خیلی قوی، و اون شعر رو بیان خواهیم کرد و به مردم خواهیم گفت. و اون داستانی که در حدود 97 سال گذشته اتفاق افتاده، امروز دقیقا همون اتفاقات بر سر آشوریا در خواهد. اون زمان چی اتفاقات آورد؟ برام خیلی جالبه. اونا یه تاریخچه یه که خب زیاد نمیخواییم راجبش وارد بشیم، ولی همیشه مسئله این بوده که مردم دولت ها از آشوریا میترسیدن. برای اینکه آشوریا همیشه فکر میکردن که آشوریا میخواهن کشور نینوا یا همین عراق امروزه رو به دست خودشون بگیرن. برای اینکه ما میگیم که این کشور قدیم ما بوده، ما باید اینو بگیریم و همه آشوری یه جا جمع بشن. برای به خاطر همین هر دولتی در اون نواحی همیشه سعی کرده که آشوریا رو بکوبه و نذاره که اینها یه قدرتی به دست بیارن. در سال 1918 این اتفاق دوباره افتاد که مردم مجبور شدن که خونه های خودشون رو ترک بکنن، هر چی که داشتن بذارن پشت سر خودشون، مثل همین امروز. و نمیدونستن به کجا دارن میرن، چه اتفاقاتی خواهد افتاد، آیندهشون چه خواهد شد. و ایشون این با این قسمت بدری ما میخوایم اینو دوباره به مردم بگیم که این تاریخ ما بوده به سالهای سالها و امروز هم متاسفانه ما داریم. حالا یه چیزی اینجا نکته اشاره بکنم، یه چیزی جالب دوست از این آقای دیوید ویرزافر بودن. من خب یه مطالعه زیاد در مورد تاریخ آشور، من یک مطالعات خیلی اندکی دارم، ولی که جالب خدمتون بگم که آشوری ها چندین چند بار این کشتارهایی که ایشون میفرمان آلت دست انگلیس ها قرار گرفتن. یعنی چندین چند بار انگلیس ها در اون زمان کشتارهای عظیمی از آشوری ها شده، هر بار در واقع انگلیس ها تحریکشون کردن که شما برید ما پشت سرتونیم،
اینا که وارد شدن اونا پشتشون رو خالی کردن. این در زمان عثمانی ها اشاره میکنن به اون تاریخ، زمان تقریبا عثمانی هاست و اواخر عثمانی هاست که این کشتار چندین بار در عراق و در مرزهای ایران و در ارومیه اشاره کردن این اتفاقات افتاده. این خیلی جالب برای من که این قول قرارهایی که چندین و چند بار برای ایجاد یک منطقه آشوری انگلیس ها به آشوری ها دادن و اینا رو ملعبه دست خودشون قرار دادن و هیچ وقت قولشون هم وفا نکردن، اشاره کردن که همیشه دوست داشتن آشوری رو خیلی سرزمین داشته چون برمیگردن به اون زمان. حالا این اطلاعات ناقص من، حالا شما تعریف میکنید نمیکنید ولی به خیلی هم خوب بود. به هر حال حضور سلطنت شاید که حالا پس ما یه شب موسیقی داریم که یک شعری هم اونجا از اون حادثه 1918 خونده میشه و اجرا میشه، پیاده میشه دیگه. خب این در واقع شما این بهونه ای که پول جمع بکنید بفرستید برای آشوری آواره در خاورمیانه به ویژه در سوریه و عراق، درسته؟ خب این عمل تاریخش که میتونه من خودم اینجا دارم میبینم شما بگید. این برنامه توی کالیفرنیا تیتر خواهد بود توی دامتان سنوزه، خیلی جای قشنگی خیلی و مخصوص این کارهای مثلا به این طریقه و واقعا من چندین سال ما اونجا داریم همه این برنامه رو داریم و من نمیتونم چقدر تعریف کنم که این جای چقدر همه قشنگه، چقدر جوری که تزئین، جوری که اینو ساختن، اصلا این همون ابهت صدا، اون ابهت کار رو همه در این کالیفرنیا تیتر خواهند دید. خیلی قشنگه، خیلی جای به نظر صدا ساند و اینا فوق‌العاده است اینجا و نور. خب ورودی چقدر؟ ما قیمت‌های مختلفی داریم برای خریدن بلیت، از $50 داریم تا $250 داریم. داریم 50, 75, $100, $150 و $250. پس دستش $250. بله. کمترینش $50. یادتون باشه این پولتون برای کنسرت، ارکستر و موسیقی اینا نیست. اشاره تقریبا تمام اینا بهونه است برای کمک شما. تا حالا شما کمک ها رو داوطلبانه میکردید، بدون اینکه چیزی نصیبتون بشه، یعنی معنوی حتما نصیبتون میشه، یعنی چیزی بهتون بدن. الان به شما یک کنسرت میدن، یه شب موسیقی بهتون میدن، موسیقی فولکلور آشوری، نمیدونم پیاده کردن یک مجموعه اشعار در مورد فاجعه سال 1918 ارومیه و کاری که بعداً حالا صحبتش خواهیم کرد که رقص هست و نمیدونم رقص آشوری هست و من شنیدم رقص ترکی هست و اینجور من میشنیدم که توضیح میدم، که توضیح استاد محمد نژاد که در واقع ما رو دعوت کردن و از ما خواستن که امشب اینجا باشیم در خدمت آقای داوود وردا و خود ایشون استاد نژاد خودشون میان و توضیح میدن. خب شروع برنامه چه ساعتی جان؟ برنامه در از ساعت 5 بعد از ظهر باز خواهد شد و ما اونجا اردو خواهیم داشت، یه سری درینک هست، نوشیدنی و که مردم بتونن بیان اونجا یه ساعت قشنگ رو با هم بگذرونن و برنامه خود ساعت 7 شروع خواهد شد و ساعت 7 شروع میشه. خب حالا بلیط ها رو از بخره مردم یا تو نرا تماشای شما همش آشوری نیستند و بطنان دیگه شما هم هستن، یهودی هستن، مسلمان هستن، زردشته، تا حالا میخوام بیان اون شب اونجا به آشوری ها کمک کنن. خیلی خب حالا بگید که اینا رو کمک کنید چون ممکنه شما بگید آشوری ها میدونن نه، این ما هم برنامه گوشتیم برای این که غیر آشوری ها هم بیان کجا بیان؟ آره من امیدوارم که همه هموطن عزیزان ما خود ما میدونم اولش خود ما چه دینی دارن و چه عقیده ای دارن بیان اون شب و از این شب لذت ببرم و یه کار خیلی خیلی و یه کار انسانی رو همون در همون سمت انجام بدم. ما واقعا امیدمون اینه که بتونیم اونجا رو پر بکنیم. 1200 نفر میتونیم بیاریم تو و هدف ما اینه که همه صندلی ها پر بشه اون شب. گفتید که چجوری میتونید بیشتر رو بگیرن؟ ما سه تاریخ هست که شما اینو در زیر این تصویر هم خواهید دید. یه دونه شما دیوید وردا خوش وارد شده و یه تلویزیون دارید، تلویزیون میبین خوبه باری کنم عوض تو برده که هست به سه طریق میتونید اینا رو
تیکت ها رو بگیرید. اگه میخواهید سرویس چارج نداشته باشه میتونید به تلفن 408-915-7282 تماس بگیرید. دوباره تلفن از 408-915-7282 یا میتونید برید به وبسایت mesopotamianight.org. again mesopotamianight.org که میتونید اینجا ببینید. برید اونجا و تیکت رو از اونجا میتونید بخرید یا میتونید برید به خود کالیفرنیا تیتر که روی فرست استریت هست. اونجا ما تیکت ها رو داریم، میتونید برید یا قبلش تهیه بکنید یا میتونید همون روز برنامه تشریف بیارید و تیکتتون رو از اونجا بخرید. خیلی ممنون جناب آقای دیوید برداز، سپاسگزار. سوالی دیگه چیزی مونده که من نکرده باشم؟ نه آقای دیوید، شما خیلی سوال کردید. یوتیوبرم من، امیدوارم که واقعا خود توی کار خودتون مثلا این هدف خیلی به نظر من براتر از قوم و نژاد و زبانی، هدف انسانی شما دارید، موفق باشید. خیلی ممنون. خیلی مهمه که بتونیم به هر حال این مجموعه ای که از تاریخ تمدن اولیه بشر آشوری ها باقی مونده اینا حفظ بشن و بتونن به حق خودشون برسن، حق و حقوقی دارن به این قوم و این ملت که امیدواریم بهش برسن. برای خیلی ممنون که این اجازه دادید که ما بتونیم این برنامه رو به هموطنان عزیزمون بیاریم و بهشون بگیم. خیلی ممنون. برای من خودم میام اونجا رو شب همون شما میشون چیکار کرد. خیلی ممنون. برگردیم با استاد نشاط، استاد محمد نشاط، کسی که اون شب آقای دیوید بردا فرمودن که کارگردانی یه قسمت فولکلور موسیقی رو دارن، موسیقی یعنی از سه قسمت یه قسمتش فولکلوری که استاد محمد نژاد به عهده داره. میریم برمیگردیم با استاد نژاد موزیک از استاد نژاد میبینیم و با خودشون اینجا خواهیم. By this. So in some bizarre way, I think I like this. I think that America needs to see this. It's yes for me. And it's a yes for me. Three yeses. We'll see you in Vegas. You're gonna clean up. الان آشوری ها هستن، در این دام یا گرفتار شدن یا در آستانه گرفتار شدن یا آواره شدن. قرار شد که در این اصلا من از استاد محمد نژاد قسمتی از موسیقی کنسرت اون شب مخصوص آوارگان آشوری رو در کالیفرنیا تئاتر در سن حوزه بوده بگیرم دعوت کنم بیان. اما با یه قصه جالبی روبرو شدم و اون این که یک دختر آشوری گویا با یکی از دخترهای هموطن خودش، هموطن ایرانی، میشا در ارتباط بوده و این قصه جالبی داره از این ارتباط میشا و من از میشا عزیزم، میشا رئیسی که دختری که دوستان خوب ما هم هستن دعوت کردم که بیاد قصه شو بگید این رابطه با این دختر آشوری و ماجرا چی بوده. میشا جان، خب من وقتی 8 سالم بود با فامیلم رفته بودم ترکیه و منم با یکی از این دخترها آشنا شده بودم، همسن منم بود. بعد که من برگشته بودم آمریکا، هی با ایمیل و تلفن با هم حرف می‌زده بودیم و بعد 6 ماه پیش دیگه به ایمیلام جواب نداده بود. منم نمی‌دونستم چی شده بود. بعد 2 هفته بعد از اون برای پروژه مدرسه داشتم رو اینترنت می‌خوندم راجع به چی شده بود تو ترکیه و فهمیدم که جنگ شده بود و منم اصلا نمی‌دونستم دوستم کجا بود و
نوشتم اگه خدا نکنه یه چیزی بهش شده بود. بعد فهمیدم که AAS داره این برنامه رو میذاره برای آسوریا که تو ترکیه زنده میکنن که مثل دوستم هستن و برای این چند وقت دارن تو ترس زنده میکنن و همین من و مامانم و بابام و همه فامیلمون داره میریم این برنامه و داریم سپورتش رو میکنیم. برای همین از شما فقط میپرسم که فقط برین این برنامه رو ببینیم، فقط AAS رو سپورت کنیم که میتونم دوباره با دوستم حرف بزنم و فامیلیش بتونم برگردم خونهشون و همشون دیگه نمیخواد دیگه تو ترس زندگی کنن. باری کلا میشه جان، باری کلا. پس این که دوستای بیشا گم شده و معلومه چی بلای سرش اومده بعد از حمله داعش و خبری ازش نداره، ارتباط اینترنتی شما هم یه قطع شده و هیچ خبری نداره. از شما دعوت میکنه که برای اینکه به دوستش برگرده و بتونه دوست همسن سال خودش رو که سالهای پیش در ترکیه با هم یه آشنا شدن پیدا کنه، این کنسرت رو ساپورت کنید که اوضاع احوال آشوریا یه ذره سر سامان پیدا کنه. شاید اون دختر خانم هم یه کامپیوتری پیدا کنه که انشالله البته زنده باشه، انشالله امیدواریم زنده باشه که بتونن این دوتا دختر با هم دیگه ارتباط بچن. قشنگ این ارتباطات انسانی و چقدر این جهل و خرافات این ارتباطات شیرین بشر رو اینجوری قطع میکنه. میشه جان ازت خیلی خیلی ممنون. یاد میدونی یادت که این دختر کجا زندگی کرد؟ تو عراق بود نه؟ نه تو ترکیه. ترکیه بود؟ نه اون دختر بود. آها تو ترکیه بود. گفتم آشوریا تو سر سر جهان آواره، ترکیه، سوریه، عراق، ایران، روسیه، همه چی. بله ممنون میشه شما که اومدی. انشالله که دوستتم هر چیز تر پیدا میشه. شایدم پیامت گرفت و شایدم چه میدونیم از این کنسرت اینقدر پولشو جمع شد که بتونم به این جوان ها، بچه ها، دختر ها، پسر های جوان آشوری بتونم کامپیوتر بدن، تلویزیون بدن. به هر حال امکانش هست به شرطی که روز کنسرت یعنی چند ماه آگست، اول آگست، شنبه اول آگست همه همت کنیم و بیان و کمک کنیم. چون واقعا حالا مسئله اصلی آشوریا آوارگانشون واقعا کامپیوتر و اینترنت و این چیزا نیست. به نون شب محتاجن، به یه پتو محتاجن، به یه چادر. میدونید که اون منطقه الان چقدر گرمه، چقدر گرمه. یه تکی چادر دارن که توی این گرما بتونن توی چادر روشن. بله خیلی ممنون میشوشون که اومدید. ممنون و انشالله که به آرزو برسیم. میریم بازی که از موسیقی استاد محمد نژاد رو میبینیم و برمیگیم با استاد محمد نژاد و آقای داوود بردا که نماینده آشوری ها در این رابطه در مسابقه امروز. ستار دلدار هستم و ادامه میدم گفتگوی امروزمون رو با دو مهمان گرامی. خب با آقای دیوید وردا که آشنا شدید از طرف گروه آشوریایی که در واقع در کار جمع‌آوری آنه برای آشوریایی در خطر با داعش هستن، همچنین استاد محمد نژاد، استاد مسلم واقعا موسیقی و یکی از چهره‌های دوست داشتنیم و مردمی ما که کمک میکنن به آشوریای هموطن عزیز و غیر هموطن ما که بتونن کمک رسانی کنن به جریان آشوریای آواره در قسمت های مختلف خاورمیانه. استاد نژاد در واقع قسمت یک قسمت از کنسرت
اول شنبه اول آگوست رو در کالیفرنیا تئاتر در سن خوزه به عهده دارم. استاد نشاط سلام عرض کنم، خوش آمدید. سلام بر شما و درود فراوان به هموطنان عزیزمون که واقعا در چنین مواقعی همه حاضر هستند و واقعا ساپورت میکنن، نه به خاطر اینکه ایرانی هستن، به خاطر انسانیت. در جاهایی که باید واقعا کمک کنن همه هستن و من میخوام که تو این برنامه همشون باشن. یادم برای زلزله بم چقدر هموطنان عزیزمون کمک کردن و واقعا پول زیادی در همین قسمت شمال کالیفرنیا جمع شد و من شاهد بودم، چون در تمام قسمت‌هاش من بودم، در جایی که برگزار شد منم عضوی از اون برنامه‌ها بودم. مردم واقعا 500,000 دلار، 300,000 دلار این پول‌ها جمع می‌شد و فرستادن برای زلزله بعد. فرستاد. چه انجمن‌هایی بود؟ حالا شرکت با اون موقع من یادم نمیاد. به سال گذشته خیلی دور رفتی. بله دورتر رفتم. بله پرژن سنتر بود. ما در رستوران فاز باز همین برنامه برگزار شد و جای مختلف. جای مختلف برنامه می‌ذاشتن و پول. و مجموعه این پول‌ها خب به هر حال برای بم جمع شد و مردم هم کمک کردند. اما این بار مسئله زلزله ایست که خیلی بدتر از زلزله ایست که جلو چشم ما میبینن که هموطنان ما آشوری هایی که واقعا همشون انسان های خوب، ما با کالچر و فرهنگ خیلی بالایی هستن، خودتون هم میدونید، اینا رو در یه جایی قرار گرفتن از نظر جغرافیایی و گیر یه سری جنگ های فرقی افتادن که متاسفانه خب اینا هم آدم های جنگجوی نیستن که بخوام وایسن اسلحه دستشون بگیرن وایسن دفاع بکنن. یه اقلیتی هم که میخوان زندگی سالمی داشته باشن. بعد خیلی جنگجو بودن دو. در زمان خودش خیلی جنگجو بودن. ولی الان زمان فرق کرده. خب فهمیدن که جنگ به درد نمیخوره. آفرین. اینا اینو فهمیدن که گفتم سر طلب شدن یه جا نشستن. ولی خب الان در معرض خطر جانشون و به خاطر همین مجبور شدن که هجرت بکنن و به کشورهای اطراف برن، از عراق به ترکیه و جاهای مختلف برن و در چادر زندگی کنن. و امروز من یه سری عکسای خیلی جانگداز دیدم از این انسان‌های خوب که واقعا بچه‌هایی که توی حتی چادر نداشتن توش زندگی بکنن. خب دل آدمو درد میاره. من با عنوان کسی که کاری ازم بر بیاد برای این ایونت، برای این برنامه، هر چی که از دستم برمده تا امروز انجام دادم. خوشبختانه میخوام بهتون یه خبری بدم. وقتی که صحبت از کمک میشه، هنرمندا از دستمزدشون میذارن، نمیخوان. خیلیشون هنرمندای تاپ بین المللی هستن. و اینا گفتن ما میام این کارو انجام میدیم. بجدی؟ باور کنین، یعنی کنسرتاشون کنسل کردن. با کاری که قرار شما بکنید. خواستن بیا تو این برنامه شرکت کنن، یه عضوی از این برنامه باشن. آفرین. چرا؟ برای اینکه این مسئله انسانیته. کمک انسانی انسان هاست. بدور از تمام اعتقاداتی که هر کسی میتونه داشته باشه، برای خودش داشته باشه. ولی این کمک رو به نظر من همه باید بکنم. من از هموطنان عزیزم، دوستان عزیزم که منو دارن الان اینجا میبینن، این بار خواهش میکنم از همشون که حتما این برنامه رو ساپورت کنن به عنوان یک انسانی که ما الان در ساحل نجات هستیم. همتون همه چی دارید. غذاتون به راه، کارتون به راه، پولتون به راه. ولی الان موقعیتی است که باید ما خودمون رو از نظر انسانی نشون بدیم، به هموطنان آسوریمون بگیم که ما شما مثل شمایی و هیچ فرقی نمی‌کنه، اعتقادات هر کس برای خودش مقدسه، شما هموطن مایی و ما پشتتونیم و اینو باید بگیم ما با ساپورتمون به هر شکلی که میتونیم. حتما تو این برنامه تشریف بیارید، انشالله من همتون اونجا ببینم و خوشحال بشم که واقعا هموطنان ما انقدر ساپورتیو هستن و حمایت میکنن. خب آیدرین بگو چطور شد انتخاب آقای استاد محمد نژاد؟ به چه شکلی بودی؟ چرا شما تصمیم گرفتید که آقای نژاد رو دعوت کنید که والا دوستان همیشه به من لطف داشتن دیگه، والا این دفعه بیشتر. به غیر از اینکه ایشون استاده، من دیگه نمیدونم چه چیزی دیگه میتونم بگم، ولی من آقای تونی خوشبم میدونم که ایشون در این مسئله با ایشون صحبت کردم. من در جریان نبودم به طور کامل، ولی در جزئیات نبودم، ولی خودتون میتونید. ایشون به من زنگ زدن آقای تونی، گفتن که ما احتیاج داریم یه خواننده‌ای داریم میاریم که آسوری هست، از طرف
و سوریه هست. از اون منطقه داره میاد خواننده. بله خواننده از اونجا میاد و ایشون الان در آلمان زندگی میکنن، یعنی اونجا فعلا موقتی هستن، نمیدونم چجوریه. حالا قراره که بیان اینجا برای این کنسرت و این خواننده در آسوریا خیلی معروف هستن، همه میشناسن. اصلا خدمتتون که به هر حال آقای تونی از من خواستن که این مسئولیت رو قبول کنم، با اینکه تایم هم خیلی کم داشتیم، ولی به هر هنرمندی من زنگ زدم حتی اگر کنسرت داشت کنسل کرد و خواست تو این برنامه شرکت کنه برای کمک. و هنرمنده تاپ به ایریا میان اینجا، همشون در کار خودشون استاد هستن. همه که حتما ایرانی نیستن که. نه میکس هستش و عرض کنم که از هنرمنده آسوری داریم، تعدادی از هنرمنده خوب آسوری دارن میان و هنرمند از سوریه داره میاد، از کشورهای مختلف. میکس همه هنرمنده به اضافه که یکی از تاپ ترین موزیسین های سوپر استار فلوت دنیا خانم ویویانا، ایشون هم قبول کرده که تو این برنامه باشه به ما کمک بکنه. باید کلا مثلا همین دیروز به من گفت که میام. یعنی وقتی میدونن که باید کمک بکنن در چنین مواقعی، نه راجب فی با من صحبت میکنن، نه راجب قیمت با من صحبت میکنن، فقط میگن ما میخوایم بیایم. باید کلا ببینید این مسئله اصلا با بیزینس فرق میکنه. هیچ کس اینجا دیگه بیزینس نمیکنه، فکر بیزینس نیست. همه کاراشون رو میگم گذاشتن کنار، حتی کنسرتاشون رو لغو کردن که بتونن تو این برنامه باشن. اینا همه برای هارتشون و برای انسانیت دارن این کار میکنن و برای دلشون. قرار شما همه آقای نیناب رو شما تنظیم کنید نه؟ بله. یا این آنگاه برای ارکستری که دارید آماده شده؟ این ارکستر دوستان عزیز ما الان چند وقتی دارن تمرین میکنن. این یه شنبه هم اگر شما وقت داشتید دوربینتون رو میآوردید سر تمرین، میتونستیم شاتی از تمرین دوستان بگیرید. میان اینجا همشون دوستان این آهنگا رو تمرین میکنن و خود این خواننده هم 25 همین ماه تشریف میارن و دوباره تمرین ها شروع میشه. به اضافه ای که ما یه رقص هم تو این برنامه داریم که یه قسمتی رقص با بعد برنامه یه قسمت اینه. یه قسمت دیگه چی بود آقای دیوید؟ یه دیگه بفرمایید قسمت قسمتی بود راجع به تراژدی 1918 که به صورت نمایش در میان. نه به خصوص نمایش نیست، ولی کوایر یا کور اینو یه سری قطعاتی درست کرده که از آهنگسازای خیلی خوب ما کشیش شمول خانگردی خانگردی بله ایشون خیلی قشنگ یه سری آهنگا رو درست کرده مخصوص ارکستر سمفونی و کوایر و اینها به یک صورت نمایشی اینو خواهند خوند، ولی به صورتی که بگیم بازی باشه و ولی کره یه کاری که وقتی که این شعر رو یکی دکلمه میکنه صحبت میکنه یه قسمتی وای میزه و کور اینو اون قسمت های شعر رو باز میخونه و اجرا میکنه یه برنامه. پس یه خیلی خیلی برنامه قشنگه. موزیکش از سامان خانگردی. بله سامان خانگردی ایشون چیز کرده، تنظیم کرده. آره خانگردی کارش همیشه واقعا فوق العاده است. من آره خوشحالم که گفتم میام ادب کار خانگردی دارم اونشب میدونم کار خوبیه. این قسمت سوم یکی از خواننده های معروف آشوری به اسم آشوربت سرکیس، ما چند تا از آهنگای ایشون رو گرفتیم و همونجوری گفتم این آهنگای قدیمی رو با تنظیم ارکستر سمفونی و از چند خواننده خانم جوان های دختر خانم های جوان چند تا از آهنگای ایشون رو خواهند خود به طرز جدید و فرم جدید و دوباره این آهنگا کوایر یا کور به حالت بکراند با اونا همراهی خواهد رفت. برنامه بسیار پره. من فکر می‌کنم با هیچ کدوم از برنامه‌های ایرانی که تا حالا شما دیدید به این پاری نبوده، برای اینکه همه از قلب و روحشون دارن می‌ذارن و فقط هم به خاطر کمک به هموطنان ما و آسوریایی که در خارج از عراق و سوریه هستن. به هر حال من فکر می‌کنم دیگه همه صحبت‌ها گفته شده، یه کار واقعا بشر دوستانه است. حالا اگه واقعا دلتون تنگ شده که واقعا به یک کسی به یک گروهی به تشکیلات کمک درست حسابی واقعی بکنید، این الان وقتشه. بله چون بعضی وقت آدم واقعا دلش تنگ میشه، خب کسی دور و برم مثلا این 50 دلار رو بدونم که بهش بدم که به کار درست زده، به کار خیر درست. واقعا این کار خیره، واقعا بیاید یه شبی رو همه با هم دیگه هستیم میذارونیم، زمینی که برای پولی بدید که میدید مستقیما. حالا دیدی چا اینا می‌خواستن پرسن چند درصد از این پول
خرج قسمت های اداری شما اینا میشه. چند قسمت دیگه ما سعی میکنیم که تا اونجایی که ممکنه خرجا رو چند سپانسر داریم کسانی هستن که ساپورت میکنم با اون طریق میتونیم خزینه رو بدیم، ولی میخوایم هر چه بیشتر تمام پولی که از اینجا جمع میشه بده به برای عزیزان کسانی که در سال پیش من شنیدم که یه مبلغ خیلی بزرگی بودم چقدر بوده. ما در این طی 8 سال یعنی 7 سال گذشته حالا این سال نجمه ما حدودای 7 میلیون تا الان جمع کردیم به طریق این برنامه. یعنی تو 7 سال روشته 7 میلیون نه هر سال نه نه هر 7 سال ما 500,000 دلار تا الان تونستیم. نسبت زیاد بد نیست، ولی که امیدواریم این دفعه بتونید یه شب 500,000 دلار انشاءالله که بشه. اگه هموطنان همت کنن میشه. میشه. من فکر میکنم که خیلی هم میگن ما باید کمک کنیم به مردمی که توی ایران هستن. الان یه سری کارتون خواب داریم بدونه، ولی بعضی موقعا نمیرسه این پولا به دستشون. خب با اونها بکنن الان باز بدیم که کدوم از کدوم مهمتره. الان من فکر میکنم این چیزی که جلوی ما هست به عنوان انسان ما داریم میبینیم تصویراش هم الان روی اینترنت یه دونه بزنن میاد دیگه. الان چه نداره نشون میدیم خانم سورو خانم مرتب داره تصاویر نشون میدن. من فکر میکنم شما تصاویر رو به جای که حتی مثلا کار ما رو نشون بدید اون تصاویر رو نشون بدید. دارن نشون میدن متوجه شد در طول برنامه متوجه نبودید شما مردم ما رو ببینن نشون دادن. ممنونم، ولی من فکر کنم احتیاج داریم به کمک هموطنانمون خیلی خیلی ارگانایز بیان و این برنامه رو واقعا ساپورت بکنن. انشالله موفقیتتون رو میخوام. شاید که بعد از برنامه ببینیم که یه بریفی کوتاه مجددا با دیوید صحبت بکنیم چیکار کردن، چقدر پول جمع کردن، چه جوری شده، شاید فرصت پیش بیاد گزارش به شما بدیم. بله بعد برنامه‌شون هم دیگه اگه ان شاءالله برنامه شما ان شاءالله ببینیم چه جوری میشه شاید قسمتش بیاد. دیوید جان یک دنیا ممنون. بازم خیلی تشکر. آقا نشان یک دنیا ممنون. مرسی از وقتتون که اومدید اینجا و این برنامه رو ترتیب دادید. سپاسگزارم از آقای دیوید وردا و جناب استاد محمد نژاد. دیدار ما برای کار خیریه و انسانی شنبه اول آگست در کالیفرنیا تیاتر 45 ساعت پرسیستی در سنوزه که یک تئاتر جای بسیار جالب و خیلی شیک و مرتبیه. انشالله که موفق باشید. مرسی خیلی.
لاغری با روش جراحی های مدرن. مرکز پزشکی استیم لایف سلوشن با مدیریت دکتر افشین اسلامی، دارای فوق تخصص در انواع جراحی های کاهش وزن، با کادری بسیار کارآمد و با تجربه، شامل مجموعی از پرستاران حرفه‌ای، روانشناس و فارغ التحصیل رژیم و تغذیه. تا به حال بیش از 1000 نفر از متد دکتر افشین اسلامی بهره بردن و تعدادی حتی 250 پوند یا بیشتر از وزن خود کاستن و به زندگی عادی برگشتن. از شر بسیاری از بیماریان از قند، فشار خون و غیره راهی یافتن. مرکز پزشکی استیم لایف سلوشن. برای تعیین وقت قبلی و مشاوره اولیه با دکتر افشین اسلامی لطفاً با تلفن کد 916-423-2116 در شمال کالیفرنیا تماس بگیرید.